سلام، برای یوتیوب سویل اقتصادی هستم. امروز با یکی از بچه ها مازیار از بلژیک باهاتون صحبت میکنیم. خواهم راجع به بلژیک بشنویم، بلژیک چطوریه، چطوری به بلژیک رسیده، چون از ایران فرار کرده، واسه این داستانش باید جالب باشه. مازیار بگو ببینم بلژیک چه خبره؟ ما رفته در بقید تو آمستردام بودیم، تا بلژیک مثلا 10 دقیقه راه داریم. یه ساعت راه نه؟ نه بلژیک، ببین بلژیک یه جورایی خیلی کشور جالبیه. به سه درصد سه قسمت تقسیم میشه. یه قسمت خیلی کوچیکه مثل 5% که تو مرز آلمانه، که آلمانی زبونه و خیلی جالبه. قسمت جنوبیش که با فرانسه هم مرزه، تقریبا نیمه کشور همه چیز فرانسوی، زبان، کار اداری و همه چی. و قسمت شمالی که فلاندرن میشه همه چیز بلندیه و کاملا خودش هیچ هویتی نداره. نه اصلا هویتی نداره. خیلی جالبه. چقدر جالبه. آره میکس سه تا هویت، سه تا در واقع ملیت مختلفن که هلندی و فرانسوی و آلمانی. آلمانی یه بخش کوچیکتری ان، بخش بیشترش بیشتر هلندی ان و بعد فرانسوی. فرانسوی زبونه. زبوناش هم مال خودشونه، یعنی آلمانی آلمانی حرف میزنن، فرانسه هم فرانسه، هلندی هم هلندی. مدرسه اولویتشون زبان آلمانیه، زبان دومشون میشه فرانسه و نیدرلند. نیدرلندی ها زبان اولیشون نیدرلندی هلندیه و زبان دومشون میشه فرانسه، یا سوم میتونن یا آلمانی یا انگلیسی یاد بگیرن. فرانسه یا برعکسه، اول فرانسه هلندی و بعد میتونن خب سوم داشته باشن. یه خرطوخری خلاصه. من به نظر من خیلی جالبه، یعنی این فرهنگ تفاوت آدما که کنار هم زندگی میکنن و یه زندگی خوب میکنن. به نظر من خیلی کشور جالبیه و برای من که خیلی جذابه. و میدونی توش یکم هیت کمتره نسبت به خارجی ها، جای دیگه دنیا. آره نسبت به کشوری که تکملیتن خیلی، چون خودشونی ها به یه جاهایی با خودشونی ها مشکل دارن، یعنی هلندی ها با فرانسوی ها یه جاهایی مشکل دارن. یعنی حتی شده من جاهایی که مثلا هلندی صحبت کردم تا فرانسوی جواب بده، با اینکه هلندی بلد بوده. و این اتفاق الان تو هم الان تو کدوم زبون یاد گرفتی از این سه تا؟ هلندی زبون اولم هلندی. من خیلی دوست دارم که فرانسه رو شروع کنم. دوست که باید کار بکنم. اگه قرار باشه توی جامعه موفق باشی باید دو زبونه رو بلد باشی. آلمانی مهم نیست به نظرم، ولی فرانسه خیلی مهمه بعد از هلندی. بعد دول میخوری یا پلو به هلندی چجوری میشه؟ هنوز اونقدر تخصصی به اون مرحله نرسیدم. این کلا خیلی جالب. هلندی ها اصلا حرف رکیک و فوح ندارن. یعنی بدترین فوحی که یه بچه هلندی میده به یکی دیگه میگه که امیدوارم سرطان بگیری، یا مثلا پدر سرطانی. و کلا این دیگه ماکسیموم فحشیه که به هم میدن. اون فحشی که ما میدیم اینجا، چون میدونی تو هلند اگه رفته باشی مثلا فحش جنده و فلان میدی، اینجا یه بیزنسه، مثلا توهین زیاد حساب نمیشه. من کلا مثلا فحش نمیدم. من کلا سعی میکنم که به خاطر قوانین دنیا و انسانیت و قوانین یوتیوب، مخصوصا خیلی با احترام به یوتیوب، گفته فوش ندیم. ما هم گفتیم چشم. قوانین یوتیوب مهمتره. آخه زدم توی قسمت مختم آپلود کنی، میگه که یه قسمت داره که میگه فوش میدی یا نه. بعد تو اون که میدی میگه اگه فوش میدی مثلا چقدر فوش میدی. بعد من اولیش رو انتخاب کردم، گفت اولیش قبوله، برای همین یه قبول داره دیگه این فوش رو. یه خورده پول خیلی مشتیه. فوش خیلی چیز باحالیه، یعنی مثلا آره. بعد میدونی هر فوشی غیر قانونی نیست، اینش جالبه. مثلا تو زبان انگلیسی اگه بگی مثلا چه میدونم دیک، اوکیه، ولی نمیتونی بگی مثلا اونجای خانوم. خب یعنی مثلا اگه بگی اونجای خانوم رو بگی، گربه رو بگی، غیر قانونیه، توی تلویزیون صداتو بوب میکنن. ولی اگه بگی یارو آدم دیکیه یا دیکده، اون اوکیه. بعد من این فارسیشو نمیفهمم که کجا تو فارسی این اتفاق میفته. مثلا دعیوس جزء اوناست که مثلا دیکه یا جزء گربه است؟ دعیوس اونجای خانم. نه نمیشه. میدونی من اینو نمیدونم. بعد یکی بشینه تصمیم گیری بکنه، چون همین یوتیوب هم میگه آقا مثلا فوشه اوکیه رو میتونی بدی. بعد من میگم خب اوکی، کدومای فارسی اوکی حساب میشه؟ مثلا میگیم مادر فلان قبوله، مثلا بگیم که اون جز اونایی که نمیتونی بگی قبول.
ولی بعد از اون دیگه من نمیدونم چی میشه. خود مثلا از فلان کشت هرچی و من دیگه فکر میکنم بعد بتونی بگی دیگه. آره ما فرهنگ فروشی رو خیلی گسترده است. اگه بخوای بشی دستبندیش بکنی کار سختی به نظرم. ولی میگم اینو کردن دیگه. مثلا این من شب تو زبان انگلیسی نفهمیدم. باز به نظر من هیچ وقت نمیتونم ببینم تو فارسی ما یه فوشه داریم که اصلا تو معادل خارجی نداره. من وقتی برای مثلا تعریف کنم ترجمه میکنم اصلا طرف دیگه شما چی میگید؟ اصلا تازه میفهمم فوش یعنی چی. خیلی جالبه. بذار یه امتحانات بکنم. بچه‌ها شما بازی کنید اونایی که انگلیسی بلدن. Turn on my homework یعنی چی؟ Turn on my homework. Turn on my homework باشه؟ نه بگو یعنی چی؟ این به فارسی یعنی چی؟ Turn on my homework. مشق من روشن کن. چی؟ تکلیف من روشن کن. درسته. تکلیف من روشن کن. خیلی خوب. مثلا فوشه آبدار خیلی پیچیده میشه. یعنی مثلا وقتی میفهمن میگم واو شما چقدر سایکوی دیگه اینقدر عمیقا. یه سری فوشه ها که واقعا فوش نیست. خب حالا برام از بلژیک بگو. بگو مثلا تو بلژیک یه آدم مثلا چیکار باید بکنه؟ مینیمم ویج چقدر پول در میاری؟ مثلا جای خوب شهر چقدر؟ قیمت خونه جای تخمی چقدر؟ خونه است به چی میگن خوب؟ یه خورده برام تعریف کن دیگه. من میخوام یه خورده بلژیک یاد بگیرم. بلژیک همونجوری که گفتم دو قسمته. قسمت فرانسوی زبونش ارزون تره. گفتی سه قسمته. اون یه قسمت دیگه اش یه سه بشه 5% 95% اون دو تا. اون 5% مثلا یه چیز مسخره ای واسه همین بیشتر راجع به دو تا سوال. تایی کوچه مثلا یه خانواده آلمانی حرف میزنن گفتم اینا. کل بلژیک تقریبا نزدیک 12 میلیون جمعیت داره و از این سرشو تا اون سرشو بخوای با ماشین بری فکر می‌کنم با 2 ساعت و نیم میتونی از شرقی ترین نقطه به غربی ترین نقطهش بری. خیلی کوچیکه. توی قسمت فرانسوی زبون اصولا زندگی ارزان‌تره. یه مقدار. یه دقیقه وایسا. ماماکو دادیم من دارم زد میکنم نمیشه سر صدا کنی لطفا. میشه یه خواهی دیگه بازی کنی؟ اوکی وسایلش رو ببر تو اتاقت بازی کن یا ببر تو اتاق بابا بازی کن هر کدوم که خواهی راحت داری. آخه اینجا تقتقت میافته تو ضبط من خراب میکنه تمام کار منو. اوکی اگه آروم میتونی بازی کنی بیا امتحان کنیم. مرسی دختر بابا. خب راجع به بلژیک میگفتی که یه قسمت داره فرانسوی، قسمت داره هلندی، قسمت داره آلمانی. آلمانی کوچیکن، هلندیا که هلندی حرف میزنن، فرانسوی یه خور خودشون با خودشون مشکل دارن. فرانسوی قسمت ارزون تره. چرا ارزون تره؟ به خاطر که لایف استایلشون کلا فرق میکنه. مثلا فرانسوی هست، یعنی اون قسمت فرانسوی نشین، قسمت فرانسوی زبان که با مرز فرانسه هستن، فرانسوی سبک زندگی فرانسوی دارن. فرانسوی خیلی راحت زندگی میکنن، خیلی درگیر به قولم مادیات اونجوری نیستن، بیشتر عشق و حال میکنن دیگه، کیف زندگی رو میکنن. هلندی نه، اونایی که بیشتر اهل کارن، اهل اینن که حالا یه پیشرفت کنن و زندگی بهتری بسازن. واسه همین این برگ یه مقدار بافت شهری هم متفاوت تره، یعنی میدونی یکم ترتمیزتر، مرتب‌تر و هرچی به سمت هلند میری بهتر میشه. و الان مثلا جایی که من هستم تو کنم تا مرز هلند 20 دقیقه نیست، یعنی خیلی چسبیده ایم تقریبا. با اتوبوس مثلا نیم ساعت میتونم برم تا هلند. مثلا مرزی نداره در واقع. شکلات واقعا اونجا خیلی خوشمزه است یا نه؟ خیلی خوشمزه است ولی خیلی زیاده، یعنی اصلا به شکل مسخره ای. من مثلا میرم توی خیابونایی که توریست و اینا زیاد میان نگاه میکنم میبینم تو هر 10 تا مغازه مثلا 7 تا شکلات فروشیه. بعد اصلا من میگم این همه شکلات ولی چی؟ ولی خدایش شکلاتی که من اینجا میخورم واقعا مثلا یه کوالیتی دیگه است. مثلا طعمش با اصلا پرفکت بست واقعا. الان جو سه کار چیکار میکنی؟ من الان درس میخونم، فعلا کار نمیکنم. دارم زبان تخصصی میخونم که برم دانشگاه، ولی تخصص خودم هنره و کار مجسمه سازی میکنم. معلومم تا جایی که بتونم حالا از هنر سعی میکنم درآمد دارم زندگی میکنم و بیشتر تمرکزم رو اینه که درسمو ادامه بدم بتونم حالا بعد به بلند. چی میخوای بخونی؟ من احتمال زیاد معماری میخونم.
معماری میخونم چون مجسمه سازی رو من از کودکی توی کارگاه کنار پدرم یاد گرفتم و با مجسمه سازی بزرگ شدم و مثل من یه جنبه معنوی داره و الان معماری به نظر من میتونه به من کمک کنه که به یه سری رویاها و یه سری چیزایی که تو ذهنم دوست دارم وقتی که روی زندم روی زمین بسازم و از خودم به جا بذارم، به نظرم نیاز دارم که معماریم به خودم اضافه کنم که بتونم به اون هدفان برسم. چی شد که از ایران فرار کردی؟ خانواده هستن باهات یا خودت تنها نه اومدی؟ من به همراه خانم و همسرم با هم دیگه توی چند ساله با هم اومدیم. من یه آدمی بودم که من باوری خدا ندارم، به نظر من تصور به اینکه خالقی وجود داشته باشه خیلی احمقانه است و این یعنی همین تصور. کافری؟ من با کافرها حرف نمیزنم، شرمنده. منم باید موافقم اصلا بیا کنسل تحصیلش کن بریزه، اصلا فایده نداره که میری جهنم. و خلاصه به همین قضیه بین حرفت یه تیشرت دیروز خریدم، رو تیشرت نوشته علم ضایع کردن دین از سال 1700. اصلا وقتی که توی دنیای امروز علم وجود داره و این علم اینقدر واضح برای تو میگه، به نظر من خیلی آدم احمقی هستی اگر نتونی به این واقعیت برسی. حتی احمقیت نیست سوهیل، میدونی اگه بخوای منطقی بهش نگاه بکنی، ببین ما یه مورد رو در احمقیته. نظر نمیگیریم. آدما انسانها هر کدوم توی مسیر تکامل یه مقدار تکامل پیدا کردن و ما الان تمام ما تکاملمون یکسان نیست. یه تعداد از انسانها به اون مرحله رسیدن که میتونن این مسائل رو درک کنن و بقیه تکاملشون هنوز به اون حد آره نرسیده و هنوز درگیره. اینو میفهمم، یعنی ببینید چون واقعا نمیفهمم، آره دست خدا خودشون مثل نیست. یه دونه مثل یه مخدر میمونه، مثل یه چیزی میمونه نه که اینه فکت میگی دیگه، میگی اگه خدا نباشه پس چرا اینجاییم؟ بعد چون نمیخواد اصلا این رو چیز بکنه، میگم خب یعنی چی مثلا؟ بعد من خیلی باحال ازش میپرسم، میگم ببین وقتی یه پشه رو میکشی این پشه باید بره جهنم یا بهش؟ میگه واو احمقی. میگم تو احمقی مادر، خود الان گفتی تو بمیر و یه چیزی بشه، بعد پشه رو میگی مگه احمقی؟ چرا فکر میکنی تو با پشه فرق داری؟ اصلا ولی خیلی نمیفهمه. تصوری که خالقی وجود داشته باشه به نظر من یه توهین به این روند تکامل ما ماست. این بشر اصلا من میگم خالق خارج شده وجود تا به داره، اینجا رسیده. ما نمیدونیم کیه، اینو که میتونیم قبول کنیم. میگم آقا آره من مثلا میگم خالق دقیقا وجود داره، احتمال به من به نظر منم اسمش هست محمد احمدیان، اینم نظر شخصی منه، باوردم باور کن همه باور کنین، آره هر کی دقیقا باور نکنه گاوه، الله و محمدیان، ولی احمدیان چی بود اسمش؟ محمد احمدیان. ولی ما نمیدونیم این کیه، ما ندیدیمش هنوز، هیچکی نمیدونه کیه، مطمئنم باش پیغمبر نفرستاده. من حرفم اینه، من ببین من ترجیح میدم چیزی که نیست و براش که علامت سوال بذارم بذارمش کنار تا اینکه خودم بیام یه آره کوشن ما بذارم اونجا نمیفهمم. جاش بگم آقا بی باور داشته باشه. و بعد از اون مهمتر میدونی سوال چیه؟ من راجع به ادیان اطلاعات کافی رو همیشه سعی کردم داشته باشم، مخصوصا تو دوران نوجوانی. اتیان یعنی چی؟ ادیان دینای مختلف آها و بعد تاش به این نتیجه رسیدم، تاش دیدم بگو کنفیوزتر از تمام کسایی که نماینده ادیان هستن نیست و این آدما قطعا نمیتونن تعریف درستی از اون خدایی که بتونه یه همچین چیزی رو بسازه داشته باشن، پس قطعا دارن کسیه. من یادم به یک بچه دفعه گفتم که من یکی از اماما، امام تایم، بعد میگفتش که تو نیستی امام تایم. میگفتم چرا نیستم؟ میگفت خدا هیچ وقت تو رو امام تایم نمیکنه. میگفتم تو کی هستی که تو نظر خدا نظر بدی؟ چرا؟ من نمیفهمم چرا فکر میکنی تو میتونی تو نظر خدا نظر بدی. نه من جالبی که من میگفتم خدا، من به یه تعداد از دوستان و از کسایی که هستم یا خدا میخوای، من خود خدا بگو چی کار داری؟ من قبول نمیکنم دیگه، میگه نیستی. بعد میگم تو چجوری میتونی رو بدونی اگه نمیدونی؟ خیلی جالب اصلا ولی نمیفهم، به نظر من خیلی با آدمای جالبه برام. مذهبی آدمایی که باور دارن به این چیز نباید بحث کرد، این یه چیزیه که باید به خودشون به این نتیجه برسن و به نظر من اگه تکامل کافی رو داشته باشن که بتونن درک بکنن درک میکنن، اگه نتونن هم این وقت تلف کردن که بخوای کسی رو بهانه کنی یا خر نباش دوست داری نه باش، نمی هیچ وقت درست نمیشن. نه دوست من داری خیلی به باش موضوع فکر ولی کردم، تنش نابودی عاقل هم تنش که باشن میره این قضیه گول میره. میخورن. یعنی من بعید میدونم 1000 سال دیگه چیزی به اسم خدا و دین وجود داشته باشه.
من فکر میکنم داشته باشه. من بعید میدونم، چون با توجه به روندی که داره پیش میره، تو نسل به نسل تو نگاه کن، هرچی نسل میره جلوتر این قضیه بیشتر شکل میگیره که خدای وجود نداره بزنش. ولی همون تو نسل هم میبینی یه سری در خوشون رو میکشن واسه همین داستان ها. خیلی داره کم میشه، درسته هر کشوری که آزادی حرف زیاد میشه به قول معروف دین داره از بین میره، چون مردم میبینن خب آقا کسچره، و وقتی هم میبینن که مثلا هر به قول تو ادیان هر کنوش نگاه میکنیم یه جوری دارن گم میزنن و همش دارن کاوراب میکنن پشت سر هم، نه یه بار دو بار صد بار هزار بار. وقتی می تاریخ رو میخونی میبینی چقدر علم رو عقب انداختن، چقدر آدم های ساینتیست رو کشتن، چقدر وحشت رو بردن. مثلا من همیشه میگم آقا برای وکس امروزی لطفا بفهمین اگه من احترام نمیذارم به آدم های دینی، به خاطر اینکه آدم های دینی همیشه منو میکشتن توی تاریخ. امروز هم 10 تا کشور من برم منو میکشن. همین کسی که داریم باش حرف میزنیم مازیار میگه فرار کردم چون که من زندگیش از دست داده به خاطر همین توهمای یه سری آدم که مثلا هر گفتن گودزیلا وجود داره، گفت بابا کس نتون گودزیلا چیه دیوونه مون کنین، گودزیلا باور نداری مادرتو سرویس میکنین. آره باور نه، این قضیه به جایی رسید که من مجبور شدم از ایران فرار کنم، یعنی یه سری مشکلات پیش اومد، به یه تعهداتی رفتم و جاهایی رفتم که دیدم من که نمیتونم خودم رو تغییر بدم و اینا هم تر حرفشون هستن. و ببینید نه اینکه به یه چیزی باور داره سوده، مثل یه ربات میمونن این قرمساقا وقتی که میگیرنت و میخوان او چه با حال اونا ربات هم من تو ای آی آفرین دقیقاً. ببین دقیقاً چه نکته قشنگی گفتی، اونا فقط یه سری کاماندای خاص یه سری دستورات اجرا میکنن، قدرت تصمیم گیری ندارن، فقط اون تکرار میکنه. همینا نزدیک به جون منو بگیرن و من دیدم واقعا ترجیح دادم که جونمو نجات بدم و از ایران فرار کنم. چه تصمیم خوبی. آره تصمیم سختی بود سوال، به خاطر که اتفاقاتی که برام افتاد، من وقتی اینه که بخوام برنامه ریزی بکنم برای اینکه بخوام از ایران خارج بشم و نداشتم و مجبور شدم با یه حالت خیلی فورس ماژوری از ایران فرار کنم و همین قضیه باعث شد که من شاید بهترین روزای زندگی این سال جوانیمو بسنم. بین 22 من 22 سالم بود از ایران فرار کردم تا 28 الان 30 سالشه، الان 29 سال از من کوچیک‌تره. آره 29 10 سال از من کوچیک‌تره. سالها خیلی به نظر من دوران مهمی برای یه آدم یه جوان، که تو فکر کن توی دورانی که تو میتونی پیشرفت کنی، درس بخونی، بری کلی کار بکنی، همش باید درگیر آوارگی از این کشور به اون کشور باشی و تو شرایط وحشتناک، یعنی اصلا یه داستان عجیب غریبیه که برای کسی که میشناسن منو اصلا میدونم اصلا مثل یه فیلم میمونه داستان زندگی. و واقعا هنوز که هنوز درگیر ساید افکتاش هستم و افسردگی و اون فشارهایی که به اومده همچنان رو زندگیم تاثیر داره، ولی باز خوشحالم که حداقل زندم. افسردگی چجوری حل کردی؟ با گل؟ ببین افسردگی واقعا گل خیلی تاثیرگذار بود به نظر من. گل خیلی تاثیرگذار بود چون وقتی افسردگی به یه حدی میرسه دکترها شروع میکنن یه مش قرص بهت میدن، قرصهای مختلف که تو رو تبدیل میکنه به یه تیکه گوشت، یعنی تو میخوری و اصلا هیچی نمیفهمی. ولی گل و ماشروم به نظر من کاری میکنن که تو بتونی مشکلات تو باش کنار بیاری و از خود آدم میدونی قوی تری بسازی. من نمیگم چیز خوبیه، ولی برای آدمی که باید انتخاب کنه بین قرص و یه چیز شیمیایی و یه چیز طبیعی، من ترجیح دادم اون چیز طبیعی رو استفاده کنم و واقعا به نظر من خیلی تأثیر جالبی داشت به من زندگی. خیلی جالبه. آره. بس خوش رو که بالا اگه نبود الان حد سال پیرتر بالا نبود یا اصلا نبودی یا دیدی؟ آره اصلا خودکشی کرده کرده بودی اصلا خیلی، یعنی یه چیز این دپرشنی که دارم صحبت میکنم وحشتناک بود، یه چیزی که شاید خیلی ادامه زندگی براشون واقعا معنی نداشته باشه، خستشن، چون ببین تو یه سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال میجنگی و وقتی ببینی هر بار با هر تلاشی که میکنی یه شکست بدتر میخوری، یه جایی تو زندگی میبری بسته میشی یه تا که میتونم ادامه بدم، ولی من ادامه دادم و جنگیدم و الان واقعا راضی هم از زندگی، یعنی
خوشحالم که اون روزها رو دووم آوردم و اون روزا برام شده یه تجربه خیلی خاص. یعنی من یه آدمی هستم که نسبت به هر سنهای خودم یه تجربه های عجیب غریبی دارم، تجربه هایی که شاید به این راحتی ها نتونی به دست بیاری. خب یکیشو تعریف کن که جالب باشه، یا مثلا خفن ترین تجربه رو تعریف کن. حالا یه فانشو برات تعریف میکنم و یه دونه خطرناکشو. ببین من یه چیزی هست به نام گیم، میگیم گیم زدن. گیم زدن همون ترایل، همون تلاشیه که میکنی که از مرز، از یه مرزی یه کشوری رد شی بری وارد یه کشور دیگه. و توی این گیمی که ما میزدیم، آلمان میرن گیم میزنن و گیم اوور میشن. و این اصطلاحات توی کمپایی که پناهندگی و چیزا هست بهش میگن گیم زدن، که تو میای قاچاقی از جنگل، از راههای غیرقانونی میری مرزا رو رد میکنی و وارد یه کشور دیگه میشی. و یکی از جالبترین اتفاقاتی که برام افتاد اینه که ما تصمیم گرفتیم یه همچین کاری بکنیم و خودمون با 4 نفر دیگه، من و همسرم به همراه 4 نفر دیگه از دوستامون، هیچ تجربه‌ای هم نداشتیم، زدیم به دل جنگل و سعی کردیم که یه مسیر بین 3 تا کشور رو بریم. و تقریبا یه مسیر 100 کیلومتری بود که 2 تا مرز رو رد می‌کردی و از مرز کرواسی وارد اسلوونی میشدی و از اسلوونی باید وارد ایتالیا میشدی. و ما توی جنگل گم شدیم، آب و غذامون تموم شد و توی دمای تقریبا -24 درجه مرگ رو با چشمام دیدم. یعنی کاملا داشتم میمردم. و به یه شکلی خب واسه اسم این اپیزود هست چطوری خدا مازیار رو گایید. آره واقعا از ایران چجوری فرار کردی بیرون؟ کجا کشور رفتی از ایران؟ آره از ایران فرار کردم، رفتم ترکیه. چطوری؟ هواپیما، پیاده؟ آره من قبل از اینکه بخواد اتفاق برام بیفته، یعنی آخرین لحظه فرار کردم، ترکیه بودم. ترکیه چند سالی ترکیه بودم. با چی رفتی ترکیه؟ نفهمیدم. هوایی رفتم ترکیه با هواپیما. آها با هواپیما رفتم ترکیه و چند سال ترکیه بودم. و بعد از ترکیه دیگه تصمیم گرفتم برم اونجا، چون ترکیه ببین واقعا مثل یه ترپه، میری اونجا گیر میکنی و اصلا یه شرایط وحشتناکی. به من واقعا در واقع ایران چیزی که هست واسه افغانستان، ترکیه هست برای ایران، درست میگم؟ اصلا ببین سوال، تو ترکیه خیلی شرط عجیبیه. الان ایرانی‌های زیادی هستن که تو ترکیه پناهندگی دادن. بعد از سال 2018 دفتر کمیساری بین المللی پناهندگی توی ترکیه بسته شد و پلیس مسئولیت تمام پناهنده ها رو به عهده گرفت. و از وقتی پلیس به عهده گرفته، به یه شرایط وحشتناکی با ایرانی‌ها برخورد می‌کنه، یه شرایطی که تو رو خسته کنه و مثل چی هم ترک ها ازت کار میکشن. یعنی تو تو ترکیه باید روزی 15 ساعت کار کنی که فقط بتونی شکمتو سیر کنی. نه بابا. و به شکل غیر قانونی و سیاه باید کار کنی. در واقع دولت ترکیه نه بهت اجازه کار میده، نه بهت پشتیبانی پولی بهت میده، نه بهت جا میده. از روز اول میگه برو خودت زندگی. چه کارهایی هست بکنم واسه آدمای ایران ترکیه؟ همه کار هست. ببین کارهایی که حالا خیلی رایجه، معمولا توی تولیدی های بزرگ، توی کافه رستوران هاست، هر جایی که بشه. این ترک ها علاقه به کار سیاه زیاد دارن، چون کارگر سیاه با قیمت ارزون کار میکنه و اصلا خوراکشونه. و این خیلی هم خیلی عجیبه که خیلی رفتار بدی میکنن. یعنی کار میکنی پولتو نمیدن. من تو خود ترکیه دقیقا همون کاری که ایرانی ها با افغان ها میکنن. آره نگاهشون اونجوری نیست. ببین ترک‌ها با خودشون هم کنده بازی در میارن، یعنی خیلی عجیبه. ایرانی هم با خودش کنده بازی در میارن. من تو ترکیه یه مجسمه ساختم که 3 ماه همه زندگیمو گذاشتم پاش که این مجسمه رو بسازم که بتونم یه پولی در بیارم و زندگی کنم. و بعد از 3 ماه متأسفانه وقتی که مجسمه رو تحویل دادم، این مجسمه بزرگ بود، منو با لگد انداخت بیرون طرف. و نه بابا. یه قرون پول به من نداد و اون طرف آدم خطرناکی بود، آدمی بود که پول زیادی داشت، قدرت زیادی داشت و کار خلاف هم میکرد. یعنی این آدم خیلی پولدار بود که چند تا رستوران داشت، کارخونه داشت، هتل داشت، یه آدم خیلی بیشرفی بود داری. و من روزی که یادم، روزی که من از کافه انداخت بیرون، سوید من کرای خونه و فرداش باید میدادم نداشتم و حتی پول یه دونه نونو نداشتم بخرم. چقدر قرار بود پول بده واسه مجسمه پیچون؟ اون موقع قرار بود 23 هزار لیر به من بده.
چقدر میشه؟ 23000 دلاری. چقدر میشه به دلار؟ میشه الان میشه 1000 دلار، ولی موقع میشد تقریبا 4000 دلار. آها. الان توکیه همه چیز خیلی به شدت. هنوز مجسمه هستش؟ آره مجسمه هستش و تو خیلی مجسمه با چون خیلی میرم باش عکس میگیرم. این مجسمه دو تا بال فرشته است که روی دیوار نصب شده، یکی از رستورانای خیلی خوب شهر دنیزلی و متاسفانه نداد. من سوال هیچ وقت یادم نمیره، من روزی که من انداخت بیرون از شدت ناراحتی پول نداشتم سیگار بخرم و ته سیگار رو زمین برمی‌داشتم روشن می‌کردم می‌کشیدم. اون روزا رو هیچ وقت یادم نمیره و واقعا این آدم باید یه روزی تاوان کارشو بده. زندگی تو 4 ماه تمام پولی که پس انداز داری رو همه چیز صرف یه پروژه میکنی و بعد روزی که میری اون توقع داری پول رو بگیری اتفاق این شکلی میفته و واقعا اون لحظه خیلی لحظه سختیه. چجوری مثلا یه کار احمقانه نکردی نمیدونم، دمت گرم. ببین آخه تو لامصب وقتی اونجا هستی گیری یعنی بخوای کاری بکنی. ببین من توی اون شهر سیاه زندگی میکردم. ترکیه به تو میگه بعد بری یه جای خاص زندگی کنی که تو اونجا مثلا یه دهاتی بود که کلا 100 تا خونه توش نبود و من مجبور بودم سیاه توی شهر بزرگتر زندگی کنم و تو شهر هیچ ساپورتی نداری و اگه پلیس هم زنگ بزنی اون لحظه بیاد میاد تو رو میگیره. خب بعد از ترکیه چقدر تو کشیده بزنی بیرون؟ من 3.5 سال ترکیه بودم. 3.5 سال ترکیه. بعد کجا رفتی از ترکیه؟ بعد از ترکیه رفتم سربستان. اونو چطوری رفتی؟ همینجوری رفتی با ماشین یا؟ سربستان خیلی جالب بود. من توی ترکیه که بودم وقتی که دفتر بین المللی کمیساری تعطیل شد و گفتن شما باید برید دست پلیس، خیلی ریسکی که بخوام ترکیه زندگی کنم بالا بود به خاطر که قطعا دیپورت میکردن و خیلی ها رو دارن دیپورت میکنن و همه الان هم واقعا من دلم برای ایرانی که ترکیه هستن میسوزه چون واقعا همشون دارن شرایط سختی رو میگذرن و مجبور شدم و آخرین امید سربستان بود. سربستان یادمه 1 ماه مونده بود که ویزای سربستان برداشته شه و من هنوز هیچ اصلا نمیدونستم راه قاچاق چیه، اصلا هیچ تصوری نداشتم این قضیه. و موقعی که مجبور شدم دیگه از ترکیه فرار کنم تنها جایی که بود سربستان بود که هفته آخری که ویزاش تموم شد من خودم رسوندم اونجا و از اونجا سعی کردم که این مسیر عجیب غریب رو شروع کنم. بعد رفتی و گم شدین تو جنگل؟ 3 روز؟ چند روز جنگل بودین؟ ما 6 روز بودیم در مجموع ولی رسیدیم، یعنی ما 3 روز گم شدیم. برای یه مسیر 2 روز 3 روزه رو ما 3 روزشو گم شدیم و ما تو جنگل گم شدیم. بکن توی جنگلی که بکر حالا پای هیچ انسانی توش مثلا. با چی تو جنگل این پیاده ما ماشین چی؟ پیاده، یعنی جنگل پیاده، یه دونه کوله برمیداری آب میزنی دل جنگل میری که ببینید همینجوری کشورها رو همینجوری کوه. ببین سوال یه جاهای اقدر شیب زیاد بود که دماغ میکشی تو زمین، یعنی یه وضعیتی. بعد باید هی بری هی کوه رو میبینی مثلا اون ته رو میبینی مثلا 5 تا کوه میگه و 5 تا کوه رو رد کنم میرسن و رد میکنیم میگه 5 تا کوهی هست بعد تموم نمیشه. بعد فکر کنم اینکه اقعد بکر بود که به ما اسب وحشی حمله کرد، اصلا یه شرایطی بود. بعد فکر کنم ما شب توی مه توی دشت داشتیم راه میرفتیم. اگه تو فیلم بودی تو تنها بسپنه میگرفتی بعد صحنه بعدی همه داشتیم با اسب میرفتیم. بگم همینا اصلا ببین رسیدیم اسبا اومدن دور تا دور ما جمع شدن، دور تا دور ما جمع شدن پا میکوبیدن زمین. یه اسب اومد از همه جسته بزرگتری داشت، همه جمع شدن رفتن پشت سرش. اسب اومد سمت اون یواش یواش. بعد خیلی جالب بود، حالا اکیپی هم که بودیم بچه ها همه ماسترات ترسو پشت سر من همه قایم شده بودن، من جلو 6-5 نفر آدم پشت سر من و یه چوب بزرگ هم دست من بود. من بهشون گفتم بچه ها بریم عقب، فقط باید از محدوده اینا خارج شیم. شروع کردیم یواش یواش رفتن عقب. بعد من با فاصله میرفتم که اینا نزدیک نشن بتونن بچه‌ها دور شن که بتونیم فضا بگیریم فرار. و یه لحظه برگشتم دیدم 5 نفر آدم اینجوری خیره شدن به من خوش شدن. بعد من نمی‌دونستم چه اتفاقی میفته، مه هم بود تو مه غلیظ اصلا نمیتونستی بیشتر از مثلا 3 متر برتر تو ببینی. یه لحظه برگشتم دیدم یه اسب بزرگ سرش بغل سرم بود.
اون لحظه خیلی بر من، یعنی اصلا نمیدونم چی جوری باید بگم، قالب توی کردم، اصلا ریدم، یعنی بهترین کلمه کی میشه اونجا بگم. فهمیدی؟ آره. ببین بعد برگشتم دستم رو آروم اینجوری نگه داشتم که سعی کنم بحثی بگم آقا من چیزی نیستم، و اومد سرش رو آروم چسبون به دست من، نگاه کردم اصلا حامله بود و اون اصلاهای دیگه داشتن می اومدن که بیان سمت من در من سرویس کنن، چون احساس کردم من شاید قرار وسیع بزنم بیان اصلا حامله. و من همونجا که دیگه دیدم چه خبره دیگه شروع کردم به شدت به سرعت فاصله گرفتن و از اون محوطه فرار کردیم و رفتیم و خیلی شانس آوردیم که حمله وحشتناک، یعنی آسیبی به ما نزدن. چه صحنه ای رو زندگی کردی پرشما. تازه آره. بعد رسیدیم به مقصدتون، مقصد ایتالیا بود درست میگم؟ آره. ما رسیدیم به ایتالیا تقریبا داشتیم میمردیم، چون ببین غذا که ما روز سوم تموم کردیم، سه روز غذا نداشتیم، آبم که از روز سوم یه بطری مونده بود اونو جیره بندی کرده بودیم، ساعتی یه بار یه دونه تشتک بطری آب، ساعتی یه بار نفر یه دونه اونجوری، فقط در حدی که زنده بودیم. تا رسیدیم شب ساعت مثلا فکر کن دو سه نصف شب مثلا توی جنگلای توی کوه تو کوهای اسلوونی رسیدیم به یه دشتی، مه گرفته بود وسط مه، یه کلبه خرابه زده بود بیرون، اینقدر ترسناک بود صاحب که گفتم بچه ها بریم کلبه رو ببینیم توش یه چیزی پیدا نمی کنیم، بریم میمیریم. همشون اونا به معنی واقعی ریده بودن و رسیدیم اونجا و رفتیم هر جور شد رفتیم تو کلبه. یه دونه دریچه سیمانی جلو درش بود، شبیه در چاه بود، اونو به زور تکونش دادیم و یه بطری هم وز کردیم به چند تا چوب دادیم پایین و یه آب کثیف که جوری میگرفتی قشنگ تو نور پر از موجودات ریز بود. روی آب رو بردیم بالا، هممون به چشم تمیزترین آب زندگی نگاش کردیم. من که فکر کنم یه 4 لیتری خوردم، یعنی اصلا نمیتونستم جلو خودم بگیرم، مغزم رو خیلی جالبه این وقتی آدم حیوان میشه. آره اصلا خیلی جالبه. من اصلا یه آدمی که وسواس داره، من یادم اونجا رو زمین تو کله شب من یه بار اینو تجربه کردم، همین فقط سریع بهت بگم، من یه شب توی یه جا خوابیدیم، هوا شده بود منهای مثلا 25 درجه، ما هم آمادگی نداشتیم، با تنت تابستونی رفته بودیم، یعنی مایو برده بودیم، می‌خواستیم بریم شنا کنیم، بعد فهمیدیم که مثلا خیلی اشتباه فکر کردیم چون بالای کوه هوا منهای 25 درجه است. بعد شب به چیزی رفتیم تو تخت خوابیدم که می‌میریم، بعد صبح که بیدار شدیم بیکن درست کرده بودیم توی چیز تو قابلمه، بعد من با قاشق روغن بیکن رو می‌خوردم، بعد نمیفهمیدم که چرا نمیتونم وایستم، یعنی گفتم که این کثیف ترین آشغال ترین اتفاقی که افتاده، ولی یه جوری میخورم که اصلا من تو کنترل نبودم، حیونه تو کنترل بود، میگه آقا من اینو لازم دارم که الان چیز کنم. ببین توانایی آدم دیشب 20000 کالری سوزوندم، فشار باشه اصلا یه توانایی عجیبی. اصلا من جالب یادم تو هم موقعی که ترکیه بودم یه بار یه دوستی داشتیم به همراه خانومش، یه آقای بود که اهل طبیعت و فلان، گفت میای با هم بریم یه گیم بزنیم، ترای کنیم بریم اروپا جنگل. گفتم من اصلا آدم این کار نیستم، رو من حساب نکن، من اصلا یه همچی توانایی نه تو خودم میبینم نه تو همسرم میبینم، ما اصلا یه همچی کاری بکن نیستیم. و بعد اون روزی که تو جنگل داشتم راه میرفتم و خیلی جالب بود، واقعا سرما داشت ما رو میکشت، غذا هم نداشتیم بدنمون رو گرم کنیم، یعنی قضیه چیزی هم نداشتیم بخوریم، و یه مشکلی که بود آتیش نمیتونی روشن کنی تو گیم. چرا؟ چون که شناساییت میکنن میان بالا سرت و گیم اوور میشی، دوباره دیپورتت میکنن کشور قبل، و این خیلی ریسک بزرگیه که تو سعی کنی تو مسیر آتیش نباید روشن کنی، جاهایی که به شهر نزدیک نباید بری و همش باید به جاهایی بری که دور باشه. و واقعا روزی که ما رسیدیم و من هیچ وقت یادم نمیره، فکر کنم نزدیک 4-5 ساعت رو صندلی یه جا تو شهر رو صندلی همینجوری افتاده بودم رو زمین، بیدار شدم رو صندلی نشستم صورتم چسبیده به زمین، همینجوری خواب بیهوش شدم، چون خوابم نمیتونستیم بریم، باید راه میرفتیم و میرسیدیم و اگه میخوابیدیم ممکن بود کسی بیاد ببینه. واسه همین در روز مثلا نهایتاً 2 ساعت شیفتی میخوابیدیم و همه روز راه میرفتیم، و این چیزی که تو نقشه در 100 کیلومتر قطعاً به نظر من 100 کیلومتر مسیر صاف و زده بود، ما بیشتر از 100 کیلومتر
پشمام چه کشیدی؟ بعد ایتالیا رفتی کجا؟ ایتالیا. ببین ایتالیا خیلی داستان جالبیه. ایتالیا که میرسی، ما ایتالیا که رسیدیم اولین کاری که باید بکنی اینه که از مرز دور شی که دیپورتت نکنن کشورا، و بهترین راه اینه که بری استاسیونای قطار و هر قطاری که میرسه به تو بپری بالا و بری، فقط بری به سمت مقصد. ما خیلی جالبه، ما رسیدیم و یه فرشی کردیم، یه پریدی قطاره میره بلژیک ها. نه قطاره خیلی بابا، پریدیم تو قطاره سوید. بعد حالا موقعی که میرسی ایتالیا از جنگل میخوای بیای بیرون، باید یه دست لباس تمیز داشته باشی و سال نو داشته باشی که مثل یه توریست بیای بیرون. ما این حرکت هم زده بودیم تو جنگل، تمام وسایل لازم کردیم، عوض کردیم مرتب و رسیدیم حال ایتالیا. ایتالیا تو قطار پریدیم رفتیم، رسید گفت که ایستگاه آخر، پیاده شدیم، ونیز بود. خیلی باحال بود اصلا. ببین تو حاله رسیدم ونیز، انقدر معماری ونیز من اصلا دیوونه کرد. یادم رفت کجا، یه دو سه ساعت اونجا برای خودم تو ونیز چرخیدیم، گفتیم تا اینجا اومدیم حیفه. رفتیم چرخیدیم و به این سفر رو ادامه دادیم. رسیدیم میخواستیم بریم وارد فرانسه شیم، و داستان فرانسه هم خیلی جالبه. من تو زندگی تو چه همون ایتالیا نموندی، میخواستی بری بلژیک؟ شرایط ایتالیا واقعا شرایط خوبی نیست. خب یعنی شرایطی که با اون شرایطی که ما میخوایم وارد شی بری پناهنده شی و از این، یعنی تو لجنی که ما گیر کرده بودیم ایتالیا گزینه مناسبی نبود. به من 3.5 سال تو کجا میخواستی بری؟ تو فرانسه میخواستی بری؟ من هدفم این بود که حالا هلند، انگلیس، فرانسه، حالا سوئد، کشورهای که بهتره. و توی مسیری که اومدیم خیلی جالب بود، ایتالیا که رسیدیم باید میرفتیم فرانسه، و مسیر ایتالیا به فرانسه معمولا قطار میتونی بشینی بری، ولی یه وقتایی چک میکنن و یه چکینای خیلی وحشتناکی میذارن که کسی قاچاق نره. و ما راهی نداشتیم جز اینکه دوباره یه مسیر قاچاق پیدا کنیم که از ایتالیا بریم فرانسه. و اینجا خیلی جالب بود که من سر از موناکو در بودم. خیلی جالب بود. ما یه قاچاقبری پیدا کردیم که گفت که شما رو از ایتالیا میبرم فرانسه. گفتیم چجوری میبری؟ گفت که باید بریم توی مرز جنوب ایتالیا، بعد از اونجا وارد موناکو میکنیم، از موناکو وارد فرانسه میشیم و بعد بریم شهر نیس. ما رسیدیم ایتالیا زیر یه پل، سوهل باورت نمیشه، یه ماشین قد مثل یه پراید هاچبک اومد وایساد 13 نفرمونو کرد. این افغانی هایی که توی ایران قاچاق میشینن توی ماشین، یعنی یه شرایطی که آدم ها رو روح هم چپونده بود و ما اکسیژن نداشتیم. هم مثلا یه مسافت مثلا 10 دقیقه رو برد ما رو و یه مرز رو رد کرد و ما رو پیاده کرد. رسیدم دیدم شهر موناکو جلومه. بعد حالا تو حاله رسیدی موناکو یه جایی لوکسی که اصلا پشویزونه، تو فکر کن اون وسط. بعد حالا یه جایی که موناکو توی سراشیبی دیگه کل شهر، ما تو بالاترین قسمت بودیم، باید خودمون رو پیاده میرسوندیم به پایین ترین قسمت که ایستگاه قطار بود، و ما بعد کل این مسیر شهر رو مثلا توی تایم خیلی کوتاه 20 نفر آدم فکر کن 13-14 تا ما بودیم و چند نفر دیگه هم بودن توی این مسیر. این پارکورکارا باید از روی دیوار، از تو خونه مردم، اصلا یه صحنه، یه صحنه هیچ وقت یادم نمیره، توی کوچه یه لحظه اینجوری پیچیدیم، یه یارو با یه ماشین خیلی خفنی داشت رد می‌شد، هممون کاری نمی‌تونیم بکنیم دیگه، مثل یه دونه مجسمه خوب بدیم. بعد یارو داشت رد می‌شد، داشت نگاهش می‌کرد، پیچید یه لحظه نگاه کرد، دید 20 نفر کنار دیوار اینجوری وایسادن، ساعت مثلا 4 صبح، اصلا یارو پایه کرد فرار کرد، یعنی اصلا وات دی فاک چه خبره. و دویدیم رفتیم رسیدیم به استاسیون. استاسیون رسیدیم، اینجاش خیلی جالب بود که اون قاچاقبر یه آدم کنفیوز قاچاقبر دیگه بهمون گفت که پول به ما بدید، پولاتون به من بدید، بعد برم براتون بلیط بخرم. بعد پول زیادی هم همراهمون نبود دیگه، خیلی پولو دادن، گفتن آقا بیا پولو بگیر برو بلیط بخر. من گفتم گذاشت من همه پولم مثلا اینه، اینو بهت میدم ولی ولت نمیکنم، باید میام
بلیت میخوای بخری؟ من باید میام. اوکی، اگر قرار باشه یارو به قیافه تو بلیت بده، قطعا من بهتر از تو میتونم اونجا سیف تر از تو میتونم بلیت بگیرم. و رفتیم اونجا سمت استیسیان، یه لحظه یارو گفت که بخواب آدم اومد. خوابیدم اونجا توی جوبی، گفتم برم از این دیوار پشتیه چک کنم ببینم داستان چیه بیام. رفت که رفت، رفت که رفت. و دیگه من برگشتم، همه آدم بودن، همه بایدن میان کو بیلیت. گفتم بابا شما دیگه خیلی اسکل. باز من تا یه جایی کار با اینا رفتم، شما که همه تون همینجا نشستی. دیگه ما مونده بودیم که ایوری میره فرانسه یا ایوری برمیگرده ایتالیا. خیلی شانسی دیگه یه قطار اومد پریدیم بالا و خوشبختانه درست بود و رسیدیم فرانسه. و فرانسه دیگه من فرانسه موندگار شدم، فرانسه موندم تقریبا یک سالی فرانسه بودم. بعد برای خاطر پروسه دابلین، یه پروسه‌ای که وقتی شما وارد اروپا میشی اولین کشوری که به هلند وارد میشی باید همونجا درخواست پناهندگی کنی. اگر این کارو نکنی هر کشوری بری به اون کشور دیپورتت میکنن. و من سر همه قضیه، ولی قابل برطرف شدن، یعنی یه قانونیه که میشه بشکنیش. پس تو فرانسه وارد شدی اعلام چیز کردی؟ آره، فرانسه که وارد شدم اونجا درخواست پناهندگی دادم. تازه اونم ببین چی جوری بود، واقعا این داستان ها خیلی بر من مرورش هم سخته. ما وقتی رسیدیم فرانسه یک هفته تو پاریس تو چادر می‌خوابیدیم و یه کمپی بود، یه قسمتی بود که همه پناهنده بودن و خود دولت میومد به چادر میداد و بعد تو چادر توی پاریس می‌خوابیدیم. من یادم صبح بیدار شدم دیدم مثلا زیر کمرم 20 سانت آب بارون زده و موش به گندگی میدوه. لاغرتا پاریس دیگه رفتی دیگه، خیلی بوی شاش و موش توش زیاده لعنتی. حالا به جز شانزلیزه که واقعا خوشگل و منطقه، یعنی خیلی خیلی جاش دار که لامستم. و دیگه به هر جوری بود درخواست پناهندگی رو دادیم و موندگار شدیم. و فرانسه خوب بود به نظر من، ولی به خاطر همون دابلینی که کشور اولی که داشتم مجبور شدم فرانسه رو ترک خاک داد با منم بلژیک. و بلژیک این مشکل نداشتم، خیلی راحت کارم انجام شد. حتی بلژیک هم یه سری داستانه خیلی عجیب بود، یعنی به کمپ پناهندگی بلژیکی که من روز اول رسیدم یه کانکس 15 متری بود، از این کانکسایی که میذارن برای کار و این داستانا کوچیکا. و به ما گفتن این کانکس 15 متری رو باید با یه دونه کاپل دیگه شیر کنید و هیچ فضای شخصی نداری و بعد توی کانکس 15 متری با دو نفر دیگه زندگی کنید. یعنی من و خانومم بودم با یه کاپل دیگه و اون یک ساله به نظر و بعد کجا فکر کن یه جایی وسط یه زمین. یک سال تو این سناریو؟ یک سال من اونجا بودم دیگه. من تو ماه اول دیگه داشتم هر ستا رو میده گردم. سوال اصلا دیوونه میشی. ببین توی فضایی بود که محوطه جنگ بود، یعنی چجوری بهش میگن فارسیشو، منطقه نظامی، منطقه نظامی بود و این کمپ وسط این منطقه نظامی بود و خیلی جالب بود. ما شبا مثلا صدای گلوله می اومد، هواپیما می اومد، احساس می‌کردی وسط کال آف دیوتی خوابیدی. اصلا خیلی فضای جو. بعد حالا همه اونا به کنار، تو بعد توی کانکس 15 متری با یه زن شوهر دیگه چش تو چش 24 ساعته زندگی کنی، یعنی دیوونه میشی. یا من دیگه روز آخر اونا کجایی بودن؟ ببین ما اول مال السالوادور بودن، میشه شمال آمریکای جنوبی. و این ارتباداری ها اولش هم یه زن شوهر، یعنی یه دوست دختر دوست پسر با ما بودن و اینا واقعا آدم های راحت و بی حیایی بسارید، یعنی یه کارایی میکردن اینا توی فضایی که ما اونجا بودیم. یعنی یارو میدونست که آقا من اینجا نشستم، یارو دو متر برتر من یه کارایی میکردن که ما سرخ میشدیم میزدیم بیرون. گفتیم بابا دیگه در این حد خیلی راحت، خیلی راحت با تمام جزئیات و صدا و همه کار، اصلا بدونی که بخوان یه ذره مثلا احساس کنن کسی اینجاست. دمشون گرم. من بودم، من سری مثل اونم شدم. من که اومدم کانادا رفتم توی دونه از این باشگاه ورزشی دوش بگیرم، بعد خب هوله رو پیچیدم و جوری خیلی مؤدب رفتم تو، دیدم 5 دودول آویزونه، همه دوست خوششون راه میرن. گفتم اوکی، همون هوله رو کشیدم داخل رو شونم شروع کردم رفتن تو. دیگه از اون روز دیگه من تا آخر روزم هر وقت میرم یه لخ منم اگه اونجا بودم یارو میدید یهو میرفتم شروع کردم
یه شروع کنم شونه مردا رو ماساژ دادن، میبینم اگه مردا اوکیه دستم بشم شونه خانم. اصلا یه پسر جوونی بود، بعد اینا خیلی کسپل بودن، فکر کن صبح به صبح میشستن بالا سر ما با اسفنجی نگاه میکردن، بقیه روزو داشتن تختشون میکردن با تمام پوزیشن ها رو میخواستن، حالا تو همون وسط میخواستن پوزیشن های مختلف، شکل های مختلف، صداهای مختلف، اصلا یه موضوعات عجیبی هم انتخاب دادیم. واقعا شما چی کار میکردین؟ تو هم سر میخواستین کار کنین چیکار میکردین؟ ما میشه اونا برن بیرون نیم کسی کاری نکردین اصلا. مثلا اینا مدرسه که میرفتن تایم مدرسه شون خوب بود، مثلا 3-4 ساعت در روز مدرسه میرفتن، این تایم مدرسه خوب بود، ما بعد یه تکونی میخوردن. آره تکونی مجبور بودن دیگه، ولی اونا اصلا نمیذاشتن ما بریم مدرسه اصلا به مدرسه ما نمیرون، اصلا کلا خیلی اکتیون و خیلی حتی به نیچی بگم به نظر من یکی از بهترین انسان‌های دنیا السالوادوری ها، به خاطر که خیلی آدم هایی هن که به فضای شخصی حالا درسته این کار رو میکنن ولی احترام میذارن، یعنی آدم هایی نیستن که تو رو اذیتت بکنن بگید، یعنی هر ملیت دیگه بود من احتمالا مثلا بعد از 6 ماه احتمالا طرف کشته بودم، ولی اینا باز درست میگه. ولی باز اینجا عوض سویت شد و بعد یه پیرزن پیرمرد آوردن پیش ما. اون اصلا فاجعه، یه پیرزنی که مثلا 170 کیلو وزنشه اصلا از تو اتاق تکون نمیخوره. اوه چه کشیدی شما. تازه بعد چی میشه؟ بعد یه روز میام میگم میتونی بری از اینجا بیرون؟ نه نه چه جوری اونجا میمیرم؟ نموندم در واقع بیشتر از 1 سال، ولی باید بیشتر از 1 سال میموندم اونجا، ولی با توجه به پرونده پزشکی که داشتم به خاطر شرایط روحی و به خاطر اتفاقای گذشته، یعنی تمام داستانایی که من تعریف کردم شاید نهایتاً 20% از اتفاقایی که برای من افتاده و 80% از اتفاقای عجیب غریب مونده، که وقتی روانشناس من وقتی میشنید چه اتفاقایی بر ما افتاده باید خودش میرفت پیش یه روانشناس دیگه روان درمانی میکرد. یه وضعیت جدی میگرد، یعنی روانشناس ما میومد مثلا با ما صحبت میکرد، بعد میگفت من باید با همکارم صحبت کنم، بعد میومد با همکارش مشورت میکردن میومدن بکنمش. آره دیگه یارو چیز میکرد، یعنی انقدر عجیب بوده نشینه بوده میفهمم. آره و این قضیه باعث شد که خب بعد چیه ببینید تو فضای فقط مشکل هم‌اتاقی نیست، یه تعداد گاو و اکثرا آدم های مذهبی اونجا هستن از کشورهای مختلف، مثلا کشور چچن واقعا آدم های ترسناکی دارن، یعنی یارو مسلمونه، مسلمونی که آماده است که الله اکبر بگی سرتو ببره و تو باید با یه آدم توی محیط زندگی کنی. ببین حالا منم یه آدم آتئیست، اصلا یکی به من بگه خدا مثلا یه شکل خاصی باش برخورد میکنم و بعد توی فضای دیگه یواشواش میبینی احساس ترس میکنی. من یه بار میخواستم، یعنی منو تهدید کردن که سرمو میبرن و کار به پلیس کشید و زنگ پلیس. این تازه خارج از ایران بود ها؟ آره اینجا هم تو بلژیک، یعنی ببین ایران اشد برای من میخوندن، برای من اشد میخوندن، گفتن سرتو میبریم فلان که منو چیز کنن. اصلا خیلی جالبه، مثلا مسلمان ها خیلی جالبه که حالا مسلمان ها هم فوزول هست، مثلا هی تا میرسه ببینی مسلمان اینی آقا تو چی کار داری هم دنبال تومه میگردن دیگه دیوونن واقعا. خیلی جالب، خیلی جالب بود آقا، دمت گرم. آره دیگه سوال و این داستان و یه داستان جالب میزه من برات اگه تایم داریم یه خاطره باحال. آره بگو بگو. خاطره خیلی فانه، همون که راجب قمار بود بهت گفتم. من رسیدم تو کرواسی هیچی پول نداشتم، هیچی پول نداشتم، یعنی وقتی رسیدم کرواسی با یه شرایط وحشتناکی رسیدم، صفر شد. بعد حتی کرواسی توی اون راحت بودن کرواسی، آره کرواسی وحشتناک‌ترین کشوری که توی راه هست واقعا، خیلی وحشتناک، چون خیلی پلیسای بی‌رحم و خیلی داستان عجیب غریبی. و من پول نداشتم، هیچ کاری هم نمی‌تونستم، یه راهی باید پیدا می‌کردم پول در می‌آوردم، اصلا نمی‌شد، استاپ شده بودم و حتی نمی‌تونستم پول داشته باشم که برم رو به جلو حرکت کنم. و توی چند ماه اونجا تصمیم گرفتم یه کاری کنم، اومدم پاسپورتمو فروختم، یعنی یه جورایی رنت دادم به یه سری آدمایی که پول جابجا کنن و بعد یه درصدی از اون پول رو به من میدادن و یه رسومه، مثلا توی کمپایی که هستن مثلا یه نفر که پاسپورت داره، یه نفر خانوادهش بخواد پول بزنه پول میزنه وسترن یونیون میکنه و بعد یه درصدی به تو.
من اومدم یه پول اینجوری یه پول کوچولو جمع کردم و گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، بهترین راه گفتم کازینوه، من جز کازینو کجا میتونم پول در بیارم. و به شدت دنبال کازینو بودم که یه روز من یکی از همون اسیستنت های همونجا به پسر خوی بود گفت که آقا من میرم تورنمنت پوکر میای؟ گفتم ببین من دنبالشم. با هم برنامه گذاشتیم، یه شب رفتیم توی یکی از کازینوهای توی کرواسی نشستیم، یه تورنمنتی با هم زدیم و بعد یک شد برنامه من. هر مثلا 3 روز یه بار میرفتم و کمپ هم ساعت 10 شب می‌بنده. ما مثلا یه جوری میرفتیم که 10 بیرون باشیم، 6 صبح باز میکرد، 10 شب تا 6 صبح و کازینو باشیم. و همون قضیه باعث شد سوال من رفتم و در ادامه تقریبا با یه پول 250 یورویی وارد کازینو شدم. یک ماه بعد با 2000 یورو اومدم بیرون و توی یک ماهه برای که بتونم منتالی خودم حال بدم خودم، هر شب ما اونجا بودم و فکر کنم مثلا ما هر روز ساعت 6 بعد از ظهر 7 بعد از ظهر یه چی می‌خوردیم، یه تاکسی می‌گرفتیم کازینو تا 6 صبح. 6 صبح بعد یه زن شوهر دیگه بودن که با هم اوکی بودیم، با هم چهارتایی میرفتیم کازینو بازی میسازیم، بالا سر رولت بازی میکردیم و حال میکردیم. تو فکر کن تو کرواسی بهت ماهی 10 یورو پول تو جیبی میده، برای یک ماه که اونجا باشی 10 یورو بهت پول تو جیبی میده کم. تو 10 یورو برای هیچی کافی نیست، یعنی تو خرج 10 دقیقه ما بود. ما فقط شبی 30 یورو پول تاکسی میدادیم میرفتیم تا کازینو میومدیم و خیلی واقعا خاطره خیلی خوبی بود. و همون پول باعث شد که بیایم ما برسیم به فرانسه. یعنی من تو هم با همون پول رفتم کازینو، پول دروردم و خودم رسوندم فرانسه. خیلی داستانت فیلمیه واقعا، یعنی واقعا قشنگ میتونه یه موضوع فیلم باشه، چون انقدر اتفاقای عجیب افتاده توش به تو هر کشور و هر شهری و اون بعد من کرواسی نفهمیدم تو که تو کرواسی بودی، تو ترکیه اومدی رفتی یه سربستان کرواسی اسلوونی، اسلوونی ایتالیا فرانسه بلژیک. اون راهی که میگی 100 کیلومتر بود 6 روز توش بودی، اون از کجا به کجا بود؟ اون بین کرواسی، اسلوونی، ایتالیا. آها از کرواسی شروع کردی این راه رو بری در واقع. از کرواسی شروع کردیم راه رو که بازم یعنی ما حتی مجبور بودیم از وسط کرواسی شروع کنیم، چون قسمت‌های مرزی کرواسی پلیس میگرفت، اصلا تو راه ماشینا رو می‌زد که اینا چک می‌کرد. و خیلی داستان عجیبی بود. و حتی من یادم سوال ما اون لحظه که رسیدیم باید یه مسیر رو تاکسی می‌گرفتیم اوبر تا ما رو برسونه تا جنگل. هیچ راه دیگه ای وجود نداشت و تو تاکسی هایی میفهمید ما مثلا توریست نیستیم، به گاه میرفتیم. و من وقتی نشستیم تو تاکسی یارو گفت که از کجا اومدی؟ من یه لحظه مکس کردم گفتم که ارمنستان. گفت ارمنستان؟ اتفاقا من چند سال پیش اومدم ارمنستان فلانجا، خیلی باحال بود، بیسا بود. ببین من هیچی راجع به ارمنستان نمیدونستم، هیچی. یعنی اسم دو تا شهر رو ازم میپرسید نمیدونستم. همیشه که دیدم داره شروع میکنه که آره اومدم باحال بود، گفتم آره. ببین ارمنستان از نظر من خیلی فرهنگ قدیمی داره، ما کشوری هستیم که این ویژگی ها رو داره، فرهنگ غذایی ما خیلی گسترده است. اینقدر حرف چرت و پرت زدم که دیگه رسیدیم به مقصد، گفتم آقا دمت گرم پیاده شدیم. بعد خانم دوست بودم با ما بود، اصلا باورش نمیشد که این موضوع رو من چجوری جمع کردم. آره اون بعضی موقع هم یه موقعی میکنه که اگه نکنین میتونه فرق بمونه که الان مثلا تو اونجا زندان بودی مثلا. آره خیلی جالب بود. دمت گرم آقا، مرسی که این داستان جالب واسه ما گوشیدی. مرسی از تو. برای وکس اینم داستان بلژیک رسیدن و از ایران زدن بیرون. میگن خواستن توانستنه، واقعا این آدم داره ثابت میکنه خواستن توانستنه یعنی چی. دمتون گرم، امیدوارم که حال کرده باشید. مرسی بچه‌ها، موفق باشید.